بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ما را همراهی نمایید با خبرهای دینی، علمی و فرهنگی امروز. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با بیان اینکه علما برای تطبیق برنامه‌های سوادآموزی در کشور نقش اساسی و مهم دارند، از آنان خواست که برای استادگی در مقابل بیسوادی گام بردارند. رئیس اجرایی حکومت که در مراسمی به مناسبت فرارسیدن روز بین‌المللی سوادآموزی سخن می‌گفت، افزود بیسوادی از سوی هیچ کسی قابل قبول نیست، نه دولت و نه ملت. او تاکید کرد که امروزه هر شهروند افغان خواهان تحصیل است و انتظار دارد که زمینه‌های آموزش برایش فراهم شود. همایش عید تا عید حافظان قرآن کریم ویژه مهاجرین افغانستانی در تهران برگزار می شود. استاد غلام عباس حسنی مسئول دارالقرآن پناهندگان ولایت تهران اظهار داشت همایش عید تا عید ویژه فعالان، قاریان و حفاظ قرآنی مهاجر افغانستانی در 25 سنبله سال روان همزمان با عید قربان و قدیر به همت دارالقرآن محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم و همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران برگزار خواهد شد. و افزود بر اساس اعلامیه‌ای که قبلا داده شده بود، حافظان کل قرآن کریم طی یک امتحان شناسایی شده و مقرر است در این مراسم به ایشان مدارک رسمی اعطا شود. دارالقرآن محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم از سال 1388 فعالیت‌های قرآنی خود را با کمک اساتید برجسته قرآنی در ولایت تهران در سطح مهاجرین افغانستانی شروع کرد و هر ساله مسابقات و همایش‌هایی را در سطح مهاجرین برگزار می‌کند. همایش بین المللی حفظ قرآن کریم دوم تا چهارم ماه قوس در مؤسسه آموزش اسلامی مالزی در ایالت سلانگور برگزار می شود. این همایش از سوی دارالقرآن سازمان توسعه اسلامی مالزی با همکاری مرکز پژوهش‌های قرآنی، دانشگاه مالایا، مؤسسه تقوا و مؤسسه آموزش اسلامی مالزی برگزار خواهد شد. بررسی روش‌های آموزش، یادگیری و ارتقای حفظ قرآن کریم محورهای مورد بحث در این همایش سه روزه خواهد بود که بحث زبان عربی، مالایی و انگلیسی برگزار می شود و علاقمندان می توانند تا 20 سنبله چکیده مقالات خود را ارسال کنند. مرکز پژوهش های قرآنی مالزی سال آینده نیز میزبان همایش بین المللی پژوهش های قرآنی خواهد بود که برای هفتمین سال پیاپی با هدف ترغیب پژوهشگران به انجام پژوهش های قرآنی و به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های پژوهشی در ارتباط با قرآن کریم برگزار می شود. با حمایت دولت گرجستان، مالکیت 15 مسجد به مسلمانان گرجستان اعطا شد. آژانس دولتی امور دینی گرجستان مجوز اعطای مالکیت 15 مسجد دیگر این کشور به مسلمانان را صادر کرد. این آژانس همچنین با ترمیم یکی از مساجد گرجستان که در آستانه تخریب و ویرانی قرار دارد موافقت کرد. با سازی و مرمت این مسجد با سرمایه گذاری دولت گرجستان انجام خواهد شد. بنابراین گزارش به طور کلی 312 مسجد در کشور گرجستان به ثبت رسیده که برخی از آنها در زمین‌های وابسته به اموال عمومی و برخی نیز در زمین‌های متعلق به بخش خصوصی بنا شدند که مذاکرات برای اعطای مالکیت این مساجد به مسلمانان در حال انجام است. زمینشناسان استرالیایی موفق به کشف قدیمی ترین فسیل جهان شدند. زمینشناسان استرالیایی در صخره‌های گرینلند موفق به کشف فسیلی شدند که نشان دهنده زندگی در دوران باستان است و می تواند قدمتی 3 میلیارد و 700 میلیون ساله داشته باشد. با ارزیابی‌های انجام شده مشخص شد که این فسیل قدیمی ترین فسیل جهان است و می تواند درک دانشمندان را نسبت به مبدأ حیات تغییر دهد. این فسیل به نوعی نشان دهنده شروع تکامل حیات بر روی زمین تقریبا بعد از بمباران کره خاکی توسط سیارک هاست. و گفته یه تیم زمینشناسی دانشگاه ولنگانگ استرالیا، این فسیل 4 سال پیش شناسایی شد، اما به دلیل انجام آزمایشات بر روی آن و رسیدن به یک نتیجه منطقی طی این سالها، خبر آن به صورت مخفی باقی مانده بود. این قدیمی ترین فسیل جهان در یکی از صخره‌های باستانی قسمت جنوب غربی ساحل گرینلند شناسایی شده و برآورد می شود که دارای قدمتی بین 3.7 تا 3.9 میلیارد سال است. روز خود را با نوشیدن آب شروع کنید. خوردن آب ولرم در شروع روز می تواند به عنوان ترکیب مناسب و ملایمی روند فعالیت سیستم گوارشی را قبل از شروع کار تسریع بخشد. روز خود را با نوشیدن آب شروع کنید. یک متخصص تغذیه عنوان کرد به افراد توصیه می شود روز خود را با نوشیدن یک لیوان آب ولرم آغاز کنند.
این متخصص تغذیه با بیان اینکه نوشیدن آب ولرم به صورت ناشتا آغاز خوبی را برای بدن تیروز و ارمغان می آورد افسود، همچنین انجام این کار به مدت طولانی و مستمر می تواند نتایج مثبت بیشتر برای بدن داشته باشد. به کسانی که دچار کمبود وزن و به اشتهایی هستند توصیه می شود 10 دقیقه بعد از نوشیدن آب ولرم شربت آب لیمو و عسل بخورند تا بتوانند به خوردن صبحانه که وعده اصلی است تمایل داشته باشند. و این خاطر نشان کرد سیستم گوارشی بدن دارای دمای خاصی است که با مصرف آب سرد دچار افت شدید دما شده و اولین عارضه آن وقفه در جریان طبیعی سیستم گوارشی و اختلال در گردش خون است که در اصطلاح عامیانه میگوییم روند هضم دچار سکته شده است. این متخصص علت اصلی توصیه های پزشکان مبنی بر اجتناب از خوردن آب خیلی سرد را بروز بیماری های مختلف گوارشی دانست و تصریح کرد همچنین چرب شدن کبد و شیوع این بیماری در نسل امروز در طب اسلامی و سنتی مربوط به مصرف بی‌رویه آب سرد است. از همراهیتان با خبرهای این ساعت سپاسگزارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.